سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیو دیگه اومدم پیشتون از صحبت‌های زیبای دکتر هلاکویی در مورد مسائل اخیر و این روزهای ایران و آهنگ زیبای شروین حاجی‌پور. با ما همراه باشید. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. آقای دکتر، فرهنگ هلاکویی رو که دیگه هممون میشناسیم، از راهکارهای مهمی که درباره مسائل اجتماعی، زناشویی، رابطه والدین و فرزندان دادن تا صحبت‌های اخیری که ایشون در مورد مسائل روز ایران گفتن. ایشون توی برنامه رازها و نیازها گفت: بذارید اول بگم که چند روزی در ذهن من چی میگذره. من یه سری تصاویری رو ابداً نمیتونم از ذهنم خارج کنم و شایدم واقعاً دلم میخواد که فراموششون نکنم، که همچنان نگهشون داشتم توی ذهنم. یه تعداد دختر بچه های 12 تا 17-18 ساله که اینا میتونن بچه های دبیرستانی باشن رو میبینم که با جثه های کوچیکشون، با اون صداهای ظریفشون، به اسلحه‌ای که 43 سال به عنوان سلاحی که بتونن بزنن تو سر همه، مخصوصا زنان، استفاده شده بوده رو به دست گرفتن و دور سر خودشون میچرخونن. و واقعا اون فریادی که آیا کسی هست که مرد میدون باشه، مرد جنگ باشه رو سر میدن. برای من واقعا باور کردنی نیست. و توی یه ویدیویی دیدم که سر یه خیابون چند تا دختر وایسادن و مقنعه هاشون رو توی هوا میچرخونن. یه لحظه ذهن من از این منظره ها جدا نمیشه که مسئله آزادی، مسئله عدالت خواهی، مسئله برابری چطوری میتونه کل وجود یک دختر بچه رو یا حتی یه پسر بچه رو اینجوری اشغال کنه و در اختیار کامل بگیره. به هر حال برای من اصلا باور کردنی نیست و هرگز تصور چنین وضعیتی رو نداشتم که به گونه ای که عمل میکنن این تنفر رو با تمام وجودشون بیان میکنن و یک بار دیگه نشون میده این شعار زن، زندگی، آزادی چقدر عمیق و سنگین و معنی داره. اولا به محض این که میگی زن، هر آدم سالمی میگه مادرم، دخترم، خواهرم. ولی متاسفانه در جوامع مسئله همسر به خاطر انتخاب موضوع بوده و افراد اون رو آخر از همه میگن. ولی به محض اینکه اسم زن میاد همه میگن مادرم، دخترم، خواهرم. کلمه بعدی در این شعار زندگیه، نه فقط زنده موندن خالی. یعنی مسئله زندگی است، اون چیزی که شایسته یک انسان کامله. اما در آخر آزادیه، اون چیزی که بعد از اینکه خداوند انسانها رو خلق کرد به اون این آزادی رو داد که تو حق داری خیلی کارها رو بکنی، ولی اگر این کارها رو نکنی یک انسان خوبی. یعنی انسان با آزادیه که انسان میشه. جالب اینه اون گیاه یا میوه ممنوعه یا هر چی که بوده که انسان اون رو خورده دانایی بوده و از اونجا باید نتیجه میگرفتیم که موضوع اصلی و اساسی انسان آزادی و داناییه. متاسفانه عده‌ای کوردل اون رو به گناه اولیه تبدیل کردن، یعنی یک موجودی در بهشت گناه کرده، حالا همه آدم‌های روی زمین گناهکاریم. پس باید مدام سرمون رو خم کنیم و از خدا بخوایم که ما رو ببخشه. پس خاک بر سر همه ما و از اونجا بوده که اینا بر ما سوار شدن. اونجا بوده که سمبل پاکی روسری و توسری شده و همه جا به همین گونه بوده. اون چیزی که اهمیت داره اینه که متوجه باشیم که چه خبره. این شعار رو ابدا نباید عوض کرد. این شعار باید شعار اصلی باشه. زن، زندگی، آزادیه. برای اینه که با پذیرفتن اینکه مادرم، دخترم، همسرم، خواهرم آوردن اسم اینها در اول باشه و بعدش با وجود یک زن شاد اینه که میشه زندگی، شور و شوق و هیجان، شادی، لذت، عشق، رشد، پیشرفت و کمال، اینها رو همه رو داشت. اینها مفهوم زندگیه و این هرگز درش به روی ما باز نمیشه مگر اینکه در آزادی و آزادگی رو باز کنیم اول و این اون چیزیه که باید همچنان بمونه. نکته هم درباره شروین حاجی پور گفتن، اینکه به خاطر ترانه زیبا و پرمعنای برای به زندان افتاد ولی خوشبختانه با وثیقه آزاد شد و باید مواظب خودش باشه که دوباره گیر نیفته، چون یه جورایی شروین حاجی پور تبدیل شده به شخصی که انقلاب رو معنی میکنه.
تنها کسی که الان توی این ماجرا خودشو بازنشسته هم بکنه و بگه کار هزار یا حتی صد هزار نفر رو من یه تنه انجام دادم، شروین حاجی پوره. برای اینکه با این ترانش در سراسر جهان که امیدوارم مورد توجه جهانیان با ترجمه درست قرار گرفته باشه، در حقیقت کاری کرده که اون الان میتونه بشینه و بگه من برای این خیزش، برای این اعتراضات همه کار کردم و دیگه هیچ کاری نمیکنم. من کار صد هزار نفر رو در تمام طول زندگیم انجام دادم. ارزش و اهمیت بعضی از کارها به ویژه توی دنیای هنر اینجوریه. ترانه ای هم از آقای داریوش اقبالی که قبلا توی خونه ایشون شنیده بودم ولی امروز دیدم که اونو پخش کردن و فکر میکنم اسم آهنگش به سوی فردا بود. هر چیزی که توی اون نشانه امیده که از میان رفتن آنچه که مسئله ترسی بود که الان به خشم تبدیل شده و ناامیدی که بعد از این همه سال الان به امید تبدیل شده و به همین جهته که با این امید میتونیم در نهایت صلح و آرامش و دوستی با همون اسلحه‌ای که امروز در دست دختران ماست، یعنی همون روسری هاشون که توی هوا میچرخونن، آتیش میزنن، پرت میکنن، به نشانه اعتراض اون رو از سر بر میدارن، ما تونستیم جهان رو تسخیر کنیم. همان گونه گفته شده، افکاری که با پای کبوتران پیش میروند، جهان رو تسخیر میکنن. آقای دکتر فرهنگ هلاکویی ناینی، متولد 9 شهریور 1323 در شیراز، روانشناس، رواندرمانگر، مشاور ازدواج و خانواده، جامعه شناس، اقتصاددان، استاد دانشگاه و شخصیت رادیویی اهل ایرانه. چندین ساله که مقیم لس‌آنجلس در ایالات متحده هستند. ایشون دارای 3 مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های روانشناسی و اقتصاد از دانشگاه تهران و مشاوره ازدواج، خانواده و کودکان از دانشگاه یوتا و مدرک دکترا در رشته جامعه شناسی از دانشگاه یوتای آمریکا هستند. ایشون پیش از انقلاب مدرس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودند و پی اچ دی خودشون رو با موضوع تحلیل جامعه شناسانه انقلاب مشروطه ایران در سال 1974 از دانشگاه یوتا دریافت کردند. دکتر هلاکویی بعد از به پایان رسوندن تحصیلاتش در آمریکا در سال 53 به ایران برگشت. مدتی سرپرست کمیته فرهنگی اجتماعی در معاونت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بود و در دانشگاه تهران هم تدریس می‌کرد. اما ایشون بعد از چند سال به دلیل اختلاف نظر با مسئولان تلویزیون ملی ایران به آمریکا برگشت. توی 5 اسفند 1392 دکتر هلاکویی رادیوی فارسی زبان برای ایرانیان در شهر لس‌آنجلس تأسیس کرد. توی این رادیو که اسمش رازها و نیازهاست، هفته 20 ساعت صبحها و بعد از ظهرها برنامه زنده اجرا میکنه. آقای دکتر هلاکویی توی صحبت‌هاشون همیشه تاکید دارن که به دلیل رویگردانی عمومی جامعه از مطالعه، بهتره که آثارش رو به صورت صوتی و تصویری منتشر کنه. با این حال، بخشی از گفته‌های ایشون در کتابی به عنوان گفته‌هایی از فرهنگ هلاکویی چاپ شده. مرسی از اینکه تا این لحظه مثل همیشه با ما همراه بودین. لطفاً نظرات خودتون رو زیر همین ویدیو با ما به اشتراک بذارید.